خب حنانه شروع کن، بگو مسائلی که برات پیش اومده. خب همونطور که میدونین من رفتم 11-12 آبان رفتم خونه گیزینگ و خب من از 10 تیر 1401 رفتم سر کار و از لحاظ مالی مستقلم، یک ریال هم به عنوان پول تو جیبی از خانوادم نگرفتم. برای سفری هم که به خونه گیزینگ داشتم هم هیچ هزینه ای، هیچ مبلغی از خانواده نگرفته بودم، هیچ چیزی ازشون نگرفته بودم که بخوام بابتش همه چیز رو از قبل به اونها اطلاع بدم. و خب توی مسیر که رفتم بهشون یعنی مطلع شدن و خب همه هم مطلع شدن، نه فقط اونها، یعنی همه افرادی که پیج منو داشته باشن، کانال تلگرامی شما رو داشته باشن، مطلع شدن که من کجا دارم میرم و با کی هستم و به چه صورت و این صحبت. که خب رفتیم و خانواده من اومدن اونجا صحبت کردن که نمیدونم دختر ما رو دزدیدین، چی شده چی نشده، شروع کردن به فحاشی و اتهام به گیزینگ و خانواده ایشون. که از اون موقع تا الان خب ما از تهران که برگشتیم من دارم محبت بیشتری، خدمات بیشتری نسبت به قبل از خانواده میگیرم. مثلا مامانم هی شربت درست میکنه، آب میوه میاره، نمیدونم پدرم سعی میکنه بیشتر توی محیط کار مثلا هوای منو داشته باشه و هر حال مسائلی که هست. اما وقتی که من میگم چرا عذرخواهی نمی کنین از خانم گیزینگ، میگن که نه اون تو رو دزدیده. میگم یعنی چی دزدیده؟ میگه تو گفتی میخوام برم پیاده روی، بعد مثلا سر از تهران در آوردی. گفتم خب پیاده روی هم رفتم. بعد دیگه نه تو از زمانی که رفتی یعنی دزدیده شدی فلان و این صحبت. و خب تا همین الانش هم هیچ عذرخواهی صورت نگرفت. که من دیگه واسم طاقت فرسا شده بود این مسئله. که خب اگر گیزینگ نمیخواد شکایت کنه خب قطعا میتونه شکایت کنه و حق هم با گیزینگه، ولی گیزینگ میخواد که مشکلات رو واقعا حل کنه، نه اینکه فقط بحث شکایت و شکایت کشی وسط کشیده بشه. با خودشم که بعد از یه هفته 10 روز صحبت کردم گفتش که من دنبال شماره پدرت بودم ولی نمیخواستم به تو فشار بیاد، به همین خاطر با من ارتباط نگرفته بود. کی ارتباط نگرفته بود؟ گیزینگ. یه سوال بکنم اینجا، از این عذرخواهی به چی میخوای برسی؟ به این که خب یعنی چی اگر من جایی برم پدر مادرم میخوان اگر حالا از اون خانم خوششون نیاد بیان بگن که تو دختر ما رو دزدیدی، نمیدونم تو فلان کردی، تو برمان کردی، اینجا خونه فسادتون، نمیدونم زیر دست میدونم اونا که میدونن که کارشون اشتباه. تو به چی این اصلا فرض کنن الان پدر و مادرت الان اومدن عذرخواهی کردن، تو به چی میرسی؟ به این که حق و حقوق منو به رسمیت بشناسن. من حق دارم به عنوان آدمی که 18 سالم رو رد کردم، سن قانونی رسیدم، با پول خودم بتونم جایی که میخوام برم. آها، مسئله حق و حقوقیه که خودت بله. میخوای، نه اینکه حالا گیزینگ از گیزینگ عذرخواهی بشه. هم خب حق و حقوق خودم و هم گیزینگ باید هم از گیزینگ عذرخواهی بشه. برای چی اون اتفاق اونجا افتاد؟ برای چی باید همسایه های گیزینگ حالا بالاخره براشون سوال بشه که چرا این اتفاق افتاده و این کامل واضح نباشه؟ گیزینگ خودش در این رابطه اینقدر که تو دنبال این مسئله هستی عذرخواهی گیزینگ هم هست؟ آخرین پیامی که گیزینگ به من دادن این بود که حاضرن با خانواده من گفتگو کنن. حالا هر زمان که رفتن تهران حاضرن که با خانواده من گفتگو کنن. خب حالا ادامه بده. برو چی؟ آره این برای من خیلی سخت بود. اینکه من میگفتم خب بابا
شما که فهمیدین گیزینگ بازی با ارتباط نداره، شما که فهمیدین من سالمم، شما که فهمیدین حرفایی که زدین هیچ کدوم سند و مدرکی نداریم براش، پس برای چی عذرخواهی نمی‌کنی؟ پس برای چی بازم تازه حق رو به خودتون میدین که حالا مثلا یه اتفاقی افتاده و نمیدونم از این صحبت ها. این برای من خیلی زجرآور که حسم رفت به سحر. به سحر گفتم که سحر من میتونم بیام کرمانشاه یه کافه جایی هم دیگر ببینیم، خونتونم نه، چون میدونم سحر به خاطر برخوردهایی که دیده از خانواده من این مورد رو قبول نمیکنه. قبلا هم یادم با خودتون که صحبت کرده بودم یه سری باز خواستم که بخوام یه مسافرتی برم جایی، گفتین که سحر اگه بخوای بری هزار روز شرط و شروط گذاشته و نمیدونم چی و چی و چی، اصلا نمیخواد مثلا با اونجا فکر کنی. به خاطر همین مسائل من دوست نداشتم برای سحرم اتفاق بیفته، گفتم سحر بریم بیرون جایی هم دیگر رو ببینیم که در کنار تو من بتونم حرفامو بزنم، چرا که همیشه سحر فعال، همیشه در همه جا صاحب نظره و حتی خودش رو گذاشته جای گیزینگ و انتقاد میکرد به گیزینگ که گیزینگ تو چرا انقدر وقت و انرژی گذاشتی و به حملاتی که توی پیجت اتفاق افتاده جواب دادی. این صحبت هم از سحر شنیده بودم. زمانی هم که از خونه گیزینگ برگشتیم حالا همدان و گوشی من رو مصادره کردن، اولین گفتگویی که داشتم خب با سحر بود. بعد سحر هم گفتش که در آخر مکالمه که داشتیم دیگه حالا زفت و بسته بود، گفتش که به خانوادت بگو من حاضرم بیام همدان و فقط باید منو علنا دعوت کنن تا من بیام همدان و حاضرم باشون صحبت کنم. دیگه من به سحر گفتم میشه بیام هم دیگر ببینیم؟ سحر گفتش که با من لایو بذار. گفتم خب اینم میشه، اگر من بهش فکر میکنم اگر خواستیم لایو بذاریم حتما قبلش بده اطلاع میده. که دوباره چند ساعت بعد گفت آره و بعد گفتش که فقط به شرطی که من این موضوع رو از اون اول همه چیزش رو علنی کنم. خب علنی کنم، پستش کرد توی اینستا، بعد منم کلابریت کرده بود، بعد میگفتش که خب چرا تو اینو کلابریت نکردی؟ گفتم نه کلابریتش لازم نمیدم چون کپشنش مال شماست و منم نظری ندارم، پیامای منم توی اون عکسی که پست کردین هست که چه چیزیه، من اینو استوری میکنم. استوریش کردم و حالا بعدن سوال شده که نه تو چرا مثلا نمیدونم استوری کردی، یه جوری استوری کردی که پیامای خودت معلوم نبوده، چیکار کردی چیکار نکردی تو، نمیدونم بالاخره چه جوریه، واسهش سوال شده بود این صحبتا. شماره پدرم ازم خواست، گفتم خب شماره پدرم هم براشون فرستادم. خب به پدرم هم پیام دادن که آره هنوز میخواد بیاد اینجا. به مجید مقدم شماره فرستادن، نمیدونم چیکار لایو گذاشت، گفتش که من نمیدونم میترسم چی میشه، هنانه میخواد بیاد اینجا. سمیرا زمانی که اون یه هفته که شما احساساتتون رو به صورت واضح به من نگفتین، من از سمیرا درخواست کردم که سمیرا تو به عنوان یه عضو از گروه که اومدی به زیبا گفتی، زیبا خوشحال شدم از تصمیمی که گرفتی و پیامی که به هنانه دادی، میشه به هم بگی چرا این احساس درت به وجود چی شد که این احساس درت به وجود اومد؟ حالا دقیقا جملاتی که استفاده کردم یادم نیست، اما خب پیام ما هست اگر حذفش نکردی. میشه به من بگی؟ اگر اینو به من بگی به من خیلی کمک بزرگی میکنی، چون ارتباط با زیبا برای من خیلی مهمه. سمیرا پیام داد که عزیزم من دارم میرم جایی، میام حتما مفصلا به توضیح میدم، قربونت برم فلان اینا خداست. بعد یادم یه اشتباهی من توی پیامم کرده بودم، شاید مثلا تاریخش رو یه تاریخی رو جابجا گفته بودم، تاریخ رو اصلاح کردم، سمیرا اومد دوباره اون اوکی داد و من حالا منتظر تا سمیرا بیاد به من توضیح. 3-4 روز طول کشید که سمیرا بخواد بیاد به من توضیح بده و در آخر به خاطر پیامی که من به سینا داده بودم و سینا برای شما فرستاده بود، این مسئله اومد چی شد؟ باز شد که هنانه تو مثلا برای سواله که من چرا این پیامو دادم؟ گفتم بله، اتفاقا از سمیرا هم پرسیدم و اون موقع سمیرا به خاطر اینکه توی گروه عنوان شد اومد توی گروه گفتش که این که ما خوشحال میشیم یا خوشحال نمیشیم یه احساسیه که لازم نیست بابتش توضیح بدیم. یه همچین صحبت هایی یادمه که کرد، حالا باز جملات ایشون هم دقیق یادم نیست. سر این مسئله سمیرا لایو گذاشته برای من، مسائل من دارش مهم شده، سوال میپرسه از من، هنانه تو از وقتی اومدی گروه ما نمیدونم چیکار کردی،
تو اگه فکر میکنی مستقلی، تو دنبال جلب توجهی، تو فلانی، تو بهمانی. که چی کردم؟ من فقط به سحر گفتم میشه بیام، گفت باشه علنیش کنیم. حالا سحر چجوری علنی کرده؟ یه بار لایو میذاره، حالا من اولین لایوی که گذاشته و من رو هم کلابریت کرده که توی پیجم هم توی اون قسمتی که تگ میشه هست، اونو نگاه نکردم، ولی لایوی که گذاشته و توی پیج شما هم اومده رو دیدم. میگه که خب من چه نفعی میبرم اینجا، من چی میشم؟ پس اگه حنانه میخواد بیاد، حنانه با مشکلاتش میاد، میخواد مثلا مشکل درست کنه اینجا. سحر میگه که من اگر بخوام برم، خانواده من میان واسهش مشکل درست میکنن، یعنی اینجور نیست که من رو مستقل از خانوادم ببینه. که خب نظر اون بوده که حالا دنبال نفع خودش بوده، که در آخر پیشنهاد داد که خب 2 میلیون تومان به من بده تا بپذیرمت بیای، هر وقت واریز کردی اون موقع با هم هماهنگ میکنیم که کجا همدیگه رو ببینیم. گفتم باش، اینم گفتم باش. حالا تو این مکالماتی که ما با هم داشتیم، سحر به من گفتش که هنوز من ازت سوال دارم. گفتم بفرم. گفت یه زنگ به من بزن. زنگ زدم، بعد حالا صحبتی که کردیم ریکورد شده، سحر میتونه اگر ریکوردش رو حذف نکرده باشه، حالا اینطور که متوجه شدم از لایو سمیرا، این صحبتی که من و سحر با هم داشتیم سمیرا شنیده، حالا نمیدونم سحر بخواد اینو توی گروه عنوان بکنه یا نه. ببخشید من اینو گفتم. بعد توی لایو دیروزش میگه که آره حنانه به من زنگ زده که میگه که من چجوری بیام، کجا بیام. من اصلا آخرین پیامی که من داشتم این بوده که باشه، حالا هر وقت خواستیم لایو بذاری من میام بهت اطلاع میدم. بعدم سحر گفت باشه و هزار یه جور داستان درست کرد که منم گفتم باشه باشه باشه، حالا اگر خواستیم بالاخره تصمیمم خواستم یه عملی انجام بدم بهت اطلاع میدم، همش اوکی میذاشتم. نه حنانه به عنوان دختری که نمیدونم چی توی جامعه هست، نمیدونم انقدر سالشه، این لایکه یا اوکیه، این یعنی باشه، من در تعجبم، جالبه، مثلا اوکی که من واسه پدرم گذاشتم براش جالبه که مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته، چه جوری میخواد بشه، چی میخواد بشه. بعد توی لایوش میگه که آره حنانه به من زنگ زده میگه که میخوام بیام، و اصلا یه جوری مسئله رو عنوان میکنه که من الا بلا گفتم که سحر من میخوام بیام تو رو ببینم، در صورتی که اصلا اینجوری نبود. سحر گفت با من لایو بذار. گفتم باشه اینم میشه. بعدم گفت نه علنی میکنم. گفتم خب علنی علنی کرد. بعد هزار یه جور داستان و لایو، این سمیرا میگم یه سوال منو جواب نداد، الان این همه سوال میخواد از من بپرسه که من عضو گروه هم، خب تو چی کردی برای من که این هم از من سوال داری؟ سمیرا یزدانی تو اومدی گروه ما، تو اینو هم تو دنبال توجهی، تو فکر میکنی مستقلی، برو این کار بکن، برو اون کار بکن. به هر حال دیروز من به سحر گفتم که خب من نمیام کرماشا، اگر اینقدر برات مشکل ایجاد میشه، من واقعا راضی نیستم برای سحر مشکل ایجاد بشه برای هیچ کس، و اگرم خواستم برم برای این بوده که مشکلی حل بشه، نه اینکه مشکلی به مشکلات حالا ما اضافه بشه، من و حالا سحر برایشون مشکلی ایجاد بشه. که وقتی خواستم این پیامو به سحر بدم، خیلی به تنهایی نیاز داشتم و گفتم که من میخوام برم. مامانم گفتش خب میای بریم خونه مامان بزرگم. گفتم که نه من میخوام تنها باشم، حالا یا شما بریم بیرون یا من برم بیرون. به هر حال درسته که اینا میگن یه اتاقی دارم، این اتاق مال منه، ولی من میخوام جایی باشم که اینا رو نبینم. سر این مسئله یه ذره بگم بگمون شد. مامان گفتش که تو یعنی میخوای من کنترلت نکنم؟ گفتم بله که میخوام کنترل نکنی. نمیدونم یه ذره سر این مسئله بگو 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 شد و دیگه من نگفتم کجا میرم. گفت نه نه این وقت شب، حالا وقت شب کی بود؟ ساعت 6 بود، ولی خب هوا تاریک. نه تو میخوای بری کجا؟ میخوای بری ساعت چند برمیگردی؟ گفتم من میخوام برم مثلا قبرستان، نمیخوام به تو جواب پس بدم. دیگه رفتم توی موتورخونه و اونجا برای سحر وایس گذاشتم که سحر جان من قصد این که بخوام مشکل ایجاد بکنم اینها نبوده. اگر این مسئله الان انقدر بولد شده که سمیرا میاد لایو میذاره که نمیدونم همونه تو دنبال جلب توجه این صحبت ها، همش به خاطر حرفایی که سحر زده، به خاطر لایوهایی که سحر گذاشته، به خاطر شماره هایی که سحر هی به این اون میفرسته. بعد دیگه پیامو دادم و گوشیم هم شارژش تموم شد. تقریبا تا ساعت همون موقعی که من اومدم دوباره وایس گذاشتم، همون هلوهوش بود دیگه، اومدم بالا.
گوشیمو زدم به شارژو، دیدم که سحر به پدر من گفته که خب منو دعوت کنین همدان تا با هم مثلا چهارتایی گفتگو کنیم. بعد بر من سوال شد که از سحرم پرسیدم دیشب، گفتم که خب من اگر بیام تو 2 میلیون تومان از من میخوای، اگرم بخوای بیای پدر منو ببینی. البته اینجا دیگه سحر پیشرفت کرده بود، من رو از پدرم مستقل میدونست، میگفت اگه تنانم تمایل نداشته باشه من دوست دارم با پدرش حرف بزن، اینجا منو مستقل میدونست. این خیلی خوبه برای من، این میپذیرم و دوست دارم این رفتارشو، بهش تبریک میگم بابت این درکش از این مسئله. و آره منو دعوت کنی، خب من اگر بیام 2 میلیون تومان باید پول بدم. سهرم باز مشتاق پدر منو ببینه، باز پدر من باید براش دعوتنامه بفرسته. حالا سهر اینجا دنبال چیه؟ این سوال منه. من دیشب اصلا نخوابیدم تا ساعت 5 و نیم. بعد مامانم بلند شد که حالا رفت سرویس بهداشتی که حالا نماز بخونه، وضو بگیره، این صحبت ها. مامانم منو دید و حالا برقی روشن شد. بابام تو حال خوابیده بود، منو دید و گفت برای چی نمیخوابی؟ گفتم من فکرم درگیر. گفتش که فکرتو آزاد کن برو بخواب. گفتم خب میخوای فکرم آزاد کنم، بیا با هم حرف بزنی، چرا از گیزینگ عذرخواهی نمیکنی؟ گفت الان میخوای با من حرف بزنی؟ گفتم خب خودت خواستی مشکل منو حل کنی، نه تو برو بخواب ما با هم بعدا صحبت میکنیم. گفتم باش. امروز صبح به پدرم میگم که خب پدرم میخواستیم امروز با هم حرف بزنیم در مورد این مسائل، تو کی میخوای از گیزینگ قاضی عذرخواهی بکنی؟ گفتش که خب من اگر بخوام عذرخواهی بکنم تو رفتی تهشو میگی، یه سری مقدمه داره، ما باید ساعت‌ها با هم گفتگو کنیم. گفتم یعنی چی؟ چقدر گفتگو طول می‌کشه؟ گفت تو ساعت‌ها با مثلا اینها رفتی صحبت کردی، منم ساعت‌ها مثلا 7 ساعت 8 ساعت. گفتم من 7 ساعت 8 ساعت وقت ندارم، اگه نیم ساعت 40 دقیقه صحبتامون تموم میشه، سوالی داری چیزی داری بپرس، اگرم نه نمیخواد عذرخواهی کنی نکن، عذرخواهی نکن. حالا الان قضیه گیزین که بر پدر من جا نیفتاده از چی بخوان عذرخواهی بکنن، نیاز دارن گفتگو حاصل بشه، چی بشه 7 ساعت‌ها گفتگو بکنن تا به این نتیجه برسن از گیزین بعد عذرخواهی بکنن. این از این جهت. از جهت دیگر این که من واقعا از سحر شاید گفت میترسم. ببین خانواده من خانواده خیلی حساسیه نسبت این که توی گروه ما افراد مثلا بدون نسبت فامیلی، بدون نسبت خاصی با هم ارتباط میگیرن، خب این برای خانواده من که اکثر ارتباطاتشون فامیلیه و اینها یه ذره پذیرفتنی نیست. با این مسئله خانواده من مشکل دارن دیگه. و زمانی هم که سحر خواست بیاد همدان، مامان من در آخر به سحر گفتش که ببین من خونه پسر مجرد دارم و میترسم بیاد یه اتفاق بیفته، در نتیجه من تو رو به خونم نمیپذیرم. سهرم در جواب گفته بودش که در صورتی مثلا یه اتفاق میفته که مثلا ارتباط جنسی برقرار بشه من و پسرت، که هم من بخوام هم احسان بخوام. حالا این فکر اومده تو سر من که سهر تو واقعا دنبال چی؟ اگر تو اومدی خونه ما و نمیدونم یه همچین اتفاقی هم افتاد، برگردی مثل این مسئله که انقدر کوچیک بود انقدر بزرگش کردی، که هنانه دنبال جلب توجه، هنانه این فلان عرضه نداری، تو برو مشکلات خانواده حل کن، چنان کن چنان نکن، تو دنبال چی که هم از من 2 میلیون تومان پول میخوای هم از پدرم دعوتنامه میخوای؟ اگه یه اتفاقی خونه ما بیفته مثلا، بیا یه همچین ارتباطی هم برقرار بشه، بعد مثل همین تماسی که ما با هم داشتیم برگردید مسئله رو جوری که دلت میخواد عنوان بکنی، اون موقع من باید جوابگو باشم، چون که خانواده من به خاطر من میخواستن سحر رو بپذیرن. از این بابت من واقعا شاید نمیدونم میترسم چیه، واقعا نمیدونم سحر دنبال چیه. من دیگه دلم نمیخواد با این خانم ارتباط بگیرم. استادم بهمن شاهبابایی که منم بلاک کردن، توی گفتگوهاشون به مادر من گفته بودن که اینا سمن، اینا یه گروه سمن. بعد سحر گفته بودش که خب اگه سمیم بیا لایو بزن، که ایشون سحرم بلاک کرده بود. اینکه حالا ایشون بلاک کردن و اینها، ملاک الان ملاک تصمیم من نیست، ملاک احساسات من نیست، چون که خود منم بلاکم. اگه قرار باشه بلاک بودن نشانه این باشه که چه کسی خوبه چه کسی بده و اینها، اینطوری نیست. ولی خب
الان هیچ کس به من نگفته که چرا ارتباطه با این گروه و سحری که ادمین این گروه و سالهاست داره شما رو دنبال میکنه اشتباهه. اما الان برای خودم هم سواله، سحری که چند سال شما رو داره دنبال میکنه برای چی میاد اینطوری از من حرف میزنه؟ این مشکل منه و من واقعا این برام مسئله است. الان من توی این گروه هم سحرم به عنوان یه ادمینش که چندی سال داره زیبار دنبال میکنه یه همچین برخوردی ازش داره دیده میشه. خب یه سوال دارم ازت. از سحر به سحر 2 میلیون تومان رو واریز کردی؟ نه. خب پدرت دعوتنامه به سحر فرستاد؟ نه. ضرر مشخصی که از سحر دیدی رو میتونی در چند کلمه بگی؟ سحر الان به من ضربه مالی یا نمیدونم معنوی نزده، حتی با اون با وجود لایوایی که گذاشته و مسائلی که مطرح کرده و بولدش کرده، در صورتی که اینجوری بولد نبوده. اما من از ضررهای آتی میترسم، از اینکه سحر بیاد یه اتفاقی را بندازه بعد اونجور که دلش میخواد بیاد عنوانش کنه. باش، خب اون که برای آینده در آینده تصمیم میگیریم. خب سحر تو تقاضا کرد برای لایف، تو قبول کردی انجامش دادی؟ گفتم باشه، گفتم باشه اگر باشه. تصمیم بر این شد. انجام ندادی که، درسته؟ نه گفتم اگر خواستیم این کار انجام بدیم بده اطلاع میدم. خواسته هایی که سحر تا حالا داشته هیچ کدوم در واقع انجام نشد. کلابریت گفته بکن، نکردی. اونم که پس در این رابطه اونم اون طلبی از تو نداره، پیشنهاد، حالا هرچی اصلا تو ذهنش این الان در برای آتی میخواد یه سمی هستش که اصلا میخواد تو رو از بین ببره، اصلا بگیم نهایت بکشه، دکوراسیون ذهنشه دیگه. تو قوی میشی دیگه، تو قوی میشی، خودت رو آماده میکنی. الان با همین مسئله اومدی میگی من از تو، من نمیخوام با تو ارتباط داشته باشم، من نمیخوام با بیام اونجا، من نمیخوام 2 میلیون رو بدم، من نمیخوام. سحرم میتونه بره تو پیج خودش هر چی بگه، من ترسیدم، من فلان، من میخوام به 2 میلیون رو بکنم 20 میلیون. برو بکنم، ما نمیتونیم بهش اعتراضی بکنیم. پس در این رابطه اصلا الانم سحر الان بخواد با پدر، دیروز به من گفت من الان اگر بین پدرش و سنانه بخوام یکی رو ببینم دوست دارم پدرش رو ببینم. خب من مشکلی ندارم، دوست داشته. سحر الان میتونه به برادر تو حس جنسی داشته باشه؟ میتونه داشته. خب بین خودشه و احساسی که داره، مادر تو میتونن دعوتش نکن، بگه اصلا ممکنه سحر اصلا برگرده بگه که من اصلا با این قصد میخوام بیام خونتون که با احسان رابطه برقرار کنم. میتونه دیگه بیا. پس تو این رابطه هرچی تو ذهن سحر میگذره، هرچی سحر میگه حتی بیان میکنه، عنوان میکنه، تا موقعی که به طور مشخص به من نوعی ضرر خاصی نزده، خب ما نمیتونیم الان زسن رو بگیم خب عنوان کرد. تو اگر میمدی میگفتی که من 2 میلیون رو، اونم که خودت گفتی باشه، گفتی باشه، من با مبلغی که گفتی مشکلی ندارم، اگر خواستم بیام این مبلغ میریزم میام، ولی که مثلا انجامش ندادی. اونقدر به نظر من مثلا توی این رابطه، خب تعلل هایی که تو این رابطه هی گفتی مشکلی ندارم ولی انجامش ندادی، یعنی در واقع اوکی های تصمیمم نهایی نشده، اومدن من نهایی نبود. آره مثلا فرض کن برای حتی برای همین مسئله ای که لایف گفتی من لایف حاضرم بذارم باشه، ولی کو کجا اگه مثل الان که گفتم اگر خواستم بذارم بهت میگم، گفتم اگر خواستم بذارم بهت میگم. ببین حرفای تو بیشتر وعده وعید بوده بدون عمل. خب یعنی گفتی باشه هات یه باشه های جانداری نبودن. خب حالا خب آخه خواسته من این نبود، من اگر به سحر گفتم که میخوام این حرفا رو بزنم باشه، خودم میتونستم وعید بذارم، من خودم میتونستم بذارم.
خب من انتقادی که توی این رابطه دارم بهت این که چرا باشه گفتی؟ حتی من اگر خب به یکی شاید در بگم آینده این بگو احساس دوام به وجود اومد. آخ بله اینجور میگفتی صبر کن فکر میکنم بهت میگم زمانشان تعیین میکنم این بهتر دفعه بعد این کارو بکن. در مورد پول بذار سریع قبل از اینکه مشکلی ندارم بگی من اصلا یه سنت هم. من برای یه سنت هم میخوام فکر کنم، 2 سنت هم میخوام فکر کنم، 2 میلیون پول کمی هم نیست. خب بعدش من تا شب بهت میگم، وقتی هم که میگم شماره حسابم که فرستادی همون موقع بهت واریز میکنم. نه نفرست حتی شماره حساب بذار وقتی با، یعنی میخوام اینو بگم که انقدر کلمات تو جاندار باشه، انقدر واقعی باشن. خب بعد فکر خوبیه خودت لایف بذار، این اتفاق اتفاق جالبیه، اتفاق جالبی شد. من البته تو این جریانات یه حرفی رو زدی گفتی که زیبا حرفای تو باعث شد که حتی من تو این رابطه منصرف بشم. من تو این زمینه خیلی انتقاداتم به سحر داشتم در رابطه با یه، حتی بهش گفته بودم نه اینکه منصرف بشم، اینکه بخوام چی این که بخوای چی این که تأثیر گذار بوده، نه اینکه مثلا فقط من منصرف بشم. من نه قصد منصرف رفتن از این نداشتم، آدم خوب حالا منصرف سهرم هی قاعده و شرط و اینها میذاشت نه نه ببین و نخواهیدم تو صحبتی که با شما کردم این قدرت رو به من داد که با صراحت بیشتری بگم. آفر. به هر حال این مسئله رو اون منتظر بود که تو بری، بعد منم به سحر گفتم زمان تعیین کن برای کارات. خب حتی اگر مثلا برای واریز این مسئله زمان اون زمان تعیین نمیکنه، چون باشه هاشو من احساس میکردم، باشه های تو یه باشه های جانداری نبودن. این دفعات تو مسئله دیگه در بله خب که با زمان رو قبلش هم مشخص کرده بودیم واسه هم برای کجا زمانی که من بهش اطلاع میدم، زمانی که شما ما توی گروه اول اومدیم مسئله عنوان کردیم گفتیم که بریم توی پیوی صحبت کنیم، بعد سحر گفتش که هنوز به من زنگ بزن. وقتی زنگ زدم گفتم که خب سحر من تا پنجشنبه ساعت 9 بده اطلاع میدم که میام نمیام چطوریه. بعد سحر دوباره بعد گفتم که خب سحر میخوای اون وایسی که ریکورد کردیم و بفرستی گروه؟ گفتش که نه این حرافیا رو ولش کن، نتیجه این شد که تو میای دیگه. بعد دوباره چند ساعت بعد گفتش که خب من نتیجه نهایی اینه که هنوز تو اومدی تو میای تو من هر دفعه من یه چیز میومد میگفت. من میخوام یه صحبتی بکنم، یه چیزی من میخوام بگم. اولا در مورد این که حنانه میگه بالا بیان تا بالا اوکی اجازه بدین ببین، در مورد این که حنانه همش میگه که سحر شرط میذاشت، من تنها شرطی که توی این رابطه گذاشتم اون 2 میلیون تومن بود، وگرنه ویدیو مسیج کلوبریت نمیدونم تمام اینا چیزایی بود که من به پیشنهاد بود. یعنی در واقع این نبود که شرط باشه که من مثلا بگم اگه تو کلابریت نکردی پس دیگه من تو رو نمیبینم، یا اگه تو ویدیو ندادی پس دیگه تو رو نمیبینم. من اینا رو به عنوان چیزی که حالا اصلا شما فرض کن غلط، اصلا فرض کن از اشتباه من، ضعف من، هرچی چیزی بود که به ذهنم میومد که ممکنه خوب باشه توی این زمینه و می اومدم اینا رو بهش پیشنهاد میدادم که خب اون نمیپذیره. حالا من لایوایی که گذاشتم موجوده، نمیخوام الان زیاد راجع به اون حرف بزنم، ولی فقط در مورد اون 2 میلیون تومن که خب هنانه یه حالتی داشت که مثلا یه جوری هی آدم رو توی اون حالت انتظارم میذاشت. من بهش گفتم که در مورد حالا تایم میخوام فقط بگم، بهش گفتم که هنانه تا ساعت فکر میکنم 2 و خورده‌ای بود، حالا تایم پیامو هست اون هول و هوش، گفتم که شما تا ساعت 5 به من بگو این 2 تا مسئله رو بگو، یکی در مورد اینی که آیا میپذیری و پرداخت میکنی این 2 میلیون تومن رو، و یکی هم در مورد مثلا اومدنت که حالا چه تاریخی میشه چه جوری میشه. بعد دیدم که فقط گفت مشکلی ندارم. خب اونجا اگر که هنانه تو میخواستی مثلا ساعت 9 بگی میتونستی برداری به من بگی که نه سر من تا ساعت 9 میگم، من دیگه نمیتونستم به تو بگم که نه مثلا 5 شد 9، مثلا اگه من گفتم 5 تو داری میگی 9 پس دیگه جریان کنسله.
و یه مسئله دیگه هم اینی که تو میگی که من وجود تو نخواستم از پدرت مستقل ببینم. ببین شاید توی وجود خودم، توی استرسایی که داشتم، توی ترسایی که داشتم، همش با خودم فکر میکردم اگه این جریان یه جوری با اونا شیر بشه راحت تر میشه. حالا اصلا فرض کن که این فکر من غلط بوده، اما توی شرایط دیدارم با تو هیچ وقت نیومدم این رو به عنوان یه شرطی بکنم که اگر تو نکردی پس نمیبینمت. یا حتی من نیومدم همون 2 میلیون تومن هم نیومدم که به تو بگم برو از پدرت بگیر. به قول خودت میگی که الان چندین ساله که مستقل هستی و از نظر مالی ریالی از اونا نمیگیری، پس این مسئله هم کاملا به خود تو برمیگشت. کما اینی که توی اون وایس هم به نازیلا گفتم حتی هنانه میتونست بگه که من 2 میلیون تومن رو نمیدم، میخوام بیام کرمانشاه برم اصلا برای خودم بگرم، برم هر کاری بکنم. تو خواستی میای منو میبینی، نخواستی تموم. و آخرین پیامی هم که بهت دادم گفتم من اون قضیه 2 میلیون تومن و همه اینا رو دیگه نمیخوام بهشون فکر بکنم، چون هی دارم منتظر میمونم، هی قضیه یه حالت پادر هواییه. هر زمانی که تو اومدی کرمانشاه اصلا کار ندارم چه جوری میای، چی کار میکنی، اونا همش بین توه و خانوادت. خودت هر جوری که خواستی اینو حل میکنی، هر جوری که خواستی هندل میکنی. زمانی که اومدی اینجا رسیدی، شهری نیست که بگی اگه من بخوام یه جور رو ببینم مثلا تو 3 ساعت ترافیک میافتم. من با تو هماهنگ میکنم آقا، فلانجا بیسارجا همدیگر رو میبینیم. اینم آخرین پیامی شد که من به تو دادم. دیگه حالا بعدش تو حالا هر حسایی داری اینا، من انتقادی به حست ندارم و لایوایی هم که گذاشتم اینی که من لایوای خودم مشخصه، هیچ وقتم توی هیچ کدوم لایوام این جمله از دهن من در نیومده که بگم حنانه دنبال توجه یا جلب توجه. من هیچ وقت اینو نگفتم. خب من یه سوال میخوام بکنم. نه شما نگفتی، سمیرا گفت. خب سمیرا گفت چیزی بهت بگم. نه سمیرا گفت، سمیرا خودش مسئول لایوشه، کما اینی که بخواد از من دفاع بکنه. من که نمیتونم الان بیام پاسخگوی لایو سمیرا باشم. و اگه بری این لایو چت رو دوباره گوش بکنی میبینی که خیلی جاها مثلا میگی سحر اون چیزا رو گفت حنانه دنبال جلب توجه. من هیچ وقت این نه حالا نگاه کنی اصلا من میخوام یه لحظه در مورد این مسئله اصلا گیریم این حرف رو. سحرم گفته، منم گفتم، سمیرام گفته. خب اصلا بگن که جلب توجه، این یه حرفیه که اصلا معلومه. بخوام بگم همه ماها اولا دنبال جلب توجه هستیم، برامون مهمه. یه مسئله ای نیستش که طرف بگیم بیاین به اثبات بکنیم که نه من نیستم یا هستم. خب مرسی، ممنون که سمیرا تو این حرف رو زدی که من دنبال جلب توجه هستم. لطفا توجه دیگران رو به سمت من بیشتر بکن. یه 2-3 هزار از اون 60 هزار فالوور، 64 هزار فالوور، 4 هزار هم بیشتر به من بیان، یه مقدار منو بیشتر. من زیبا صداتون خیلی قطعات میشه برای من. الان قطعات میشه؟ نه خوبه، قطعات نمیشه. میخوام اینو بگم که یه بار میخوای برای من یه ذره قطعات درست شد. منظورم اینه که این بحث کردن سر این مسئله کاربردی نیست. الان من بگم، سمیرا بگه، سحر بگه، منم مشکلم این نیست. گفتم فقط این حرفا زده شده. خب این حرفا زده شده و این که بخوایم مرسی، ما اصلا من خودم شخصا خب حالا من میتونم بعد از صحبت سحر، آره فقط یه چیز رو بپرسم تو صحبتت مطرح کن. تو اگر الان بخوای از سحر یه چیزی بده، صدای من میاد یا نمیاد؟ میاد، صدای من میاد. آره میاد، صداش برای من قشنگ میاد. میگم سمی زیبا صداتون قطع وصل شد. باز بذار من یه بار برم. نه زیبا صدای تو خوبه، حنانه باید بره بیاد. من فکر کنم چون ستایی اومدیم این مشکل ایجاد شده. خب بذار یه کار کنیم، بذار من اصلا پس بگیرم. خب الان صدا خوبه؟ الان خوبه صدا؟ الان صدا خوبه. بعد
ببین تصویر منم باشه الان خوبه؟ الان خوبه. خب ببین، اگر تو بخوای از سحر، حالا توضیحات، تو توضیحاتم سحر برای تو در رابطه با ناراحتی هایی که ایجاد کرده، ناراحتی هایی که بگیم برای تو ایجاد کرده و در دلت داری، چه کاری رو بکنه این ناراحتی ها رفت میشه، اون رو هم بگو. ادامه بده صحبت. به هم بگه که دنبال چیه، به هم بگه که اون چه نفعی به ما میرسونه که بابتش از من، وقتی میگم ما یعنی از من، دو میلیون تومن از پدرم دعوتنامه، اون چه نفعی میرسونه که این درخواست رو داره؟ این سوال من. و بابت صحبتی هم که سحر داشت، سحر میگه من پیشنهاد دادم، نخیر پیشنهاد نبود، درخواست بود. وقتی هم درخواست پذیرفته نشد تعجب کردی، جالب بود برات، نمیدونم چرا این اینجوری میکنه، نمیدونم چرا ویدیو مسیج نمیدی برای من، سوال اینا همه، اینا همش برات سوال شد. پس اینا پیشنهاد نبود، درخواست بود که برات سوال. ببین نگاه کن الان سر کلمات، الان درخواست کرده، درخواستش جواب داده نشده دیگه. بله در واقع اون خیت شده دیگه، اون ناراحته دیگه، ولی اون میاد بگه، بگه من ناراحتم، هرچی درخواست کردم جواب داده نشد. الان بگه که من برای اون 2 میلیون یه نقشه کشیده بودم، الان نشد، نشده دیگه. تو الان درخواست کن، الان درخواست کن، من الان بلنشم نمیدونم 100 تا کار نمیدونم، همه ثروت هم بهت بدم، بعد بگه که خب در واقع تو هست دیگه، درخواست کردی من ندادم، ناراحت شدی دیگه. خب حالا ولی یه مسئله در رابطه با 2 میلیون تومن میخوام بگم. خب 2 میلیون تومن در واقع پیشنهاد من بود. بگم چرا اینو من اون با میخوام بکنم. من در لایوایی که از سحر دیدم و مسائلی که دیده قبل از 2 میلیون تومن، من خیلی ناراحت شده بودم ازش و خیلی بدم اومده بود. گفتم سحر تو این بیا بشین، آوردمش نشوندم، گفتم که اصلا در دلت چیه؟ تو دلت چیه؟ اصل حرف تو بزن. هی درخواست نکن. ویدیو مسیج، لایف، فلان، فلان، اینا رو نکن. چی تو دلته؟ اونو بگو. اگر اینکه مسئله پادر هوا مونده بود، به خاطر خود سحر بود که تکلیفو مشخص نمی‌کرد. این آره آره درست. ببین این حرفی که تو پس حسایی هم که چرا تو گفتی زیبا، حرفای تو باعث شد که من حتی تصمیمم رو قطعی تر کنم. اومدم چی؟ من یه چیزی هم بگم اینجا، من هم میخوام یه چیز اینجا در رابطه با حرفای تو به خودم بگم. ببین من یه صحبتی کردم، گفتم که من بین ترسای خودم و چیزی که درست و منطقی بدونم همیشه سعی میکنم درست و منطقیه رو انجام بدم، کما اینی که خودم رو بکشونم و واقعا هم این کار رو کردم و میکنم. زمانی که با شما صحبت میکردم در مورد اون 2 میلیون تومن، برداشتی این جملاتی که به من گفتی، گفتی انقدر ببو نباش، حتی گفتی که من خودم هم حالا کاری به اون ندارم، گفتی انقدر ببو نباش، این الان داره میاد کرمانشاه میخواد لایف بذاره، میخواد حرفاشو بیاد به تو بزنه، اونم حرفای تکراری نمیدونم بهمن شاه بابایی و فلان و اینا، همه اینا رو که گفته و ما هم مثلا شنیدیم، میخواد بیاد اونجا به تو بزنه، پدرش هم که هی داره تهدیدت میکنه، خودت هم که این حالت ها و احساساتو داری، خب تو این وسط چی گرت میاد؟ حتی برای من مثالو زدی، گفتی که من الان مثلا فلانی اومده این کار رو برای من کرده، مثلا همین علی احمد اومده این میگو رو به من داده، فردا این بره هرچی فوش به من بده، هرچی اصلا مثال میگم، هر مسئله پیش بیاد میگم آقا جون من اینو گرفتم و اونجا این یه نقطه قوتی برای من میشه. وقتی که تو این حرفا رو به من زدی، من یه دفعه این مسئله کلیک خورد که میشه برای اینی که منم این وسط یه آرامش بیشتری داشته باشم، یه حس خوبتری داشته باشم، بیام اینجا و این البته حتی اولش هم گفتی 5 میلیون که بعدن مثلا گفتیم که خب اصلا 2 میلیون، حالا اون دیگه یه مبلغ چیزی نباشه. بعدش
آره بعدش من اومدم گفتم که خب حتی اینم گفتی، گفتی که از حنانه هم مثلا مگه تو الان خیلی خوشت میاد، مگه خیلی، خودمو میگم ها، مگه خیلی مشتاقی، مگه خیلی چیز داری؟ گفتم نه. گفتی خب همین چیزها رو، همین مسائلی که در درونت هست رو بگو. و من بابت تمام دو تا لایو من گذاشتم، مجموع دو تا لایو یک ساعت میشه چون خیلی طولانی نبوده، من توی این دو تا لایو کما اینی که احساساتم رو به هنانه گفتم و مسائل گفتم، راجب خودم هم گفتم. اصلا شما فرض کن اون لایو افتضاح ترین حالتی که هر کس بیاد نگاه کنه بگه این دختره چشه، کار ندارم، ولی اصلا شما فرض کن که حتی از نظر تو زیبا، اون لایو غلط، اون لایو بد، افتضاح، این همه لایوی که من گذاشتم بدترینش اون لباس مشکیه باشه که اومدم راجع به حسام گفتم، اما خود من اینجا فقط میدونم که همون دو تا لایو چقدر منو توی این جریان کمک جلو. کرد، به خاطر اینی که من بسیار 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 از تمام، از اون اولی که با پدر حنانه حرف زدم، از بعدش تمام مسائلی که اتفاق افتاد، آقا جون در من احساس ترس کرد. الان گناهکارم برای حس ترسم. نه یه این لحظه دو تا وایس، لایو و یه لحظه اجازه بده، این دو تا لایو و تمام حسایی و تمام حسایی که احساس میکردم، خب باشه میترسی علنیش میکنی، بذار بچه ها حتی بیان تو رو بدتر بترسوننت، اینا بود که منو کشون جلو، وگرنه فشارا رو من خیلی خوب بود بیشتر. این حرفایی که زده، خوب بود. صدای من الان خوب میاد؟ این حرفایی که زد خیلی خوب شد و درستم بود، منم این حرف زدم. یه نکته ای رو من مطرح کردم، گفتم سهر اولا که این کارهایی که کرد اگر اون حساشو نشون نمیداد که من بدم نمیمد، که من حساشو دیدم بدم اومد دیگه، پس نشون دادن این چرکا خیلی خوبه، پس کار خوبی رو کرده و اتفاقا بلند شد توی اون حرفش، توی اون لایوش هم برگشت گفتش که من کاری ندارم، حتی من نامه میکنم فلان میکنم هرچی میخوام، فقط هرچی که اون چیزای خودم رو بریزم بیرون برای خود من تراپی. پس این کارش درست. من بعد از اون لایو که بعدم اومد، بر اومدم به سحر گفتم سحر به خاطر من نوعی، خب حتی بهش این حرف رو زدم که شاید اینو چهرهش هم میگفتم، بگو زیبا پشم کسم، همینجوری اهمیت نداره، به خاطر زیبا تو درون خودت نخواکاری بکنی، مشخص تمام مسائل تو، حس تو میگه من نمیخوام این کارو بکنم. یه وزنه حست اینه، هی داری بهانه میاری، بهانه های مختلف میاری که این حس. خب بعد برگشت یه حرفی رو زد، گفت زیبا علی‌رغم این که این حس رو دارم، منطق من اون موقع یه چیز دیگه است. خب منطق من بگیم با این روبرو شو، با این ترست روبرو شو. گفتم خیلی خوب، ما بین منطق ما الان سهر اینجوری مثال زدم، گفتم سهر این حس تو نفرت از باباش، نفرت از حنانه، نفرت از این مسائل، منطق این ور منطقت میگه که خب و اینجا ناخودآگاه زیبا، زیبا هم من بهش گفتم، گفتم ناخودآگاه زیبا هم هست، خب منطق میگه که برو جلو، زیبا میگه برو جلو، خب با وجود اینکه کلامی نمیگفتم، گفتم بین این دوتا بیا یه پل ایجاد کنیم، بین این دوتا یه پل ایجاد کنیم، بین منطق تو و بین حس تو، حسای تو. اول اینکه اینجا سعی کن مقابل من وایسته، به خودت حتی به سحر برگشتم گفتم که برو بنویس اینو که زیبا پشم کسم نیست، گفتم اینو بنویس، من میخوام این تو ملکه بشه برای ذهن. دوم کاری رو بکن، حالا منطقت اگر این حست رو بین حست و منطقت میخوایم یه کاری بکنی، بیا یه پول ایجاد کنی، بیا یه مبلغی رو تعیین کن، مثال همون میگو، مثال همون چیز،
5 میلیون، بعد که مثلا 5 میلیون رو گفتم آخر سر گفتم نداری 2 میلیون، ها 2 میلیون بید. گفتم این 2 میلیون رو به خودت در واقع رشوه بده، نمیدونم چی بده، باج بده، هدیه بده، وسوسه کن، نمیدونم وجود درونی خودت رو بگو زیبا حسن. اینجا منطقت میگه برو، حست میگه نرو. این وسط با این 2 میلیون تومن میگه خیلی خوب، اینا بعدا برای من اتفاق بیفته حداقل من 2 میلیون گرفت. با این اومدم یه ذره وایستاد، بعد گفتش که میخوای خودت بگی بعد چجوری سحر بعد از این مسئله. بعدش به من گفتی که برو فکر کن روی این جریان و اینم گفتی، گفتی که بعدن که اگه باباش اومد اونجا فوش داد تو وایسا بگو خب باشه فوش بده من 2 میلیون تومن گرفتم. بعد این چهره رو ببین، چهره رو ببین، بعد گفتی که چیزه، آره گفتی اگه باباشم اومد فوش داد یه جوری باشه که بگه من 2 میلیون تومن هم گرفتم، اکسان آره. گرفتم لایو هم گفتم نیم ساعت حتی جاش بعد از صحبت با سحر بود، گفتم برو فکراتو بکن، اگر این منطقه این چیزی که پولی که من ایجاد کردم بین حسای تو که تو لایوات مشخصه، گفتم 99% حتی حسی که به آدم میدی. اولش هم گفتی که اگه نمیخوام، اولش اصلا اینو گفتی، گفتی که بگو نمیخوام ببینمت، حتی اینو آره گفتی آفتا. بعد من گفتم که چیزه، گفتم که ببین که هم بحث منطقه پیش اومد که گفتم اینو من نمیخوام بگم، نمیخوام این چیز باشه، چون دارم از یه طرفی خودمم پوش میدم به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی از ترسایی که دارم ذهنیه، یعنی به خاطر اونا دارم خودمو پوش میدم توی مسئله. که بعدش این 2 میلیون تومن رو مطرح کردیم و این 2 میلیون تومن مثل یه در واقع همون حالا بخوام بگیم پولی شد که من بخوام با خودم بگم اوکی شاید اگر این مسئله دستاوردهای روانی برای تو داشته باشه که داری هی میگی، شاید اونا خیلی الان برات ملموس نیست توی این مقطعی که هستی، انقدر ترسا زیاده که اونا محو میشه روش، ولی 2 میلیون تومنه مثل یه چیزیه که بهتر میتونی لمسش بکنی توی این حالت. پس هی با خودت میگی خب اوکی اگر این اتفاق افتاد اون اتفاق افتاد اون اتفاق افتاد، حداقل میگم منم یه بخشی انجام دست دادم. بعد یه چیزم اینم بگم بذار، گفتم هم سحر یه کافی شاپی رو انتخاب بکنی، شما لازم نیست آدرسش اول بدید به خود به تو، بعد از صحبت هایی که بعد از اینکه این اوکی داد، بعد از اینکه اینو نوشت و من یه صحبتی کردم احساس کردم کلن حالت های سحر خیلی فرق کرد، به خصوص اینکه یه نکته دیگه هم بگم. آره بعد اینجا که گفتم که بگو، خب کافی شاپی که 10 تا کافی شاپ 100 تا کافی شاپ تو کرمانشاه هست، وقتی شما رسیدید اونجا صدای من میاد برای تو دیگه نه؟ نه برای آره ولی فکر کنم تصویرم وایستاده. آره تصویرت وایستاده ولی تصویرت خودم هم وایستاده. آره بعد گفتم یه کافی شاپی رو انتخاب میکنی، یه بار بری کامرا رو ببندی بیای، آفرین ببین تلپاتش قویه، دوباره میتونی بیای بار. بعد که تا اونا بخوام بیان نیم ساعتت هم تموم شده دیگه، نهایت اینه که باباش کافی شاپ شما رو پیدا میکنه، تو کافی شاپ میریم مثل چیز میگی که آقا جا من 2 میلیون هم گرفتم دیگه، هر چقدر میخوای فوش بدی بده. این از این مسئله. نکته دیگه که بود من بهش گفتم سحر یه نکته اسکرینشاتش هم الان تو خود پی وی سحر هست که بعد گفتم بره به تو هم بگه، که اومد به تو هم گفت. اول گفته بود هر وقت واریز کردی شماره رو میفرستم،
شماره حساب رو میفرستم. من برگشتم گفتم سحر، موجی که از این جمله به من دادی اینه که تو تردید داری. بعد گفتم یه لحظه زنگ بزن به من، یه لحظه زنگ بزن. گفتم آه، اول گفتم یه رو فکر کن به این مسئله قبل از اینکه جواب بدی، یک رو. بعد لایک کرد خودش، حالا اون اسکرینو اگر شد بفرست. بعد گفتم برو فکر کن، بعد ببین برای چی، برای چی این شماره حسابو نفرستادی، علت اصلی رو. خیلی کار قشنگی که کرد، همون لحظه جواب نداد و یه لایکی کرد که میرم فکر میکنم یه رو بدی. یه رو بدی زنگ زد چیز کرد. گفتم نگاه کن به چشم، بگم ویدیو کال کردیم دیگه یا نوشتی. بعد گفتم همینو بعد از نوشتنم ویدیو کال کرد. آره. گفتم بزرگ این نوشت که زیبا، من ترسیدم، حتی مردد شدم. در واقع این که این شاید با این شماره حساب من یه مدرکی داره جمع میکنه. گفتم همینم به خودش بگو. برگشتم گفتم در تمام این لایوایی که گذاشتی، در تمام این مدتی که من یه مدت حتی بهش گفته بودم به من پیام نده، اینقدر عصبی میشدم از خود سحر، میفهمی؟ که بعد بهش گفتم که به خاطر همین پیامی که داد که گفت من ترسیدم که این، من گفتم ببین اینجا داری شفاف میشی، داری اون هست همین حالتت رو به حنانه بگو. بگو برای چی من زود از تو شماره حساب نخواستم که بعد به تو شماره حساب. خب یعنی یه قدمی رو برمیداره. بله. سحر در پیامایی که به من میداد همش در تردید بود، معلوم بود جواب قطعی نیست، ولی از من جواب قطعی میخواست. آفر. به اتفاق میخوام اینو بهت بگم، من تو این رابطه هر دوتای شما رو، تو هر دو، حتی به سحر برگشتم گفتم که من ببین چند وقت من با تو حرف نزده بودم، با تو خیلی حرف میزدم دیگه، با حنانه، با تو دقیقا همین مرحله رو با سحر داشتم که اگر تو پیویش بره، نوشتم حتی بهش چیز میکردم، گفتم پیام نده به من، نمیخوام الان، نمیخوام با تو، یعنی در رابطه با تو هم یه حس بدی به من دست داده بود که این همین حالتی که تو ناشفافی، اصلا اینکه نمیتونید اون با صراحت تمام اون احساسهای درون خودتون رو بیان کنید. خب کی به تو گفتم میخواه به من زنگ بزن؟ درست بعد از صحبتی که برای زمانش، حالا بعدا اسکرین بگیر که بعد از من یه دفعه احساس کردم اصلا فلبدا، گفتم من باید با این حرف بزن. بعد از حرف من بود که تو اومدی گفتی تصمیم گرفتم این 2 میلیون تأثیراتی که گذاشت و فلان و فلان. لحظه احساس کردم که گفتم ببین بذار حرفای سحر رو بهت بگم. سحر فین ناروشنی ها، اون بحران های درونی که نمیتونست میمد بگه، ولی ببین بیا اینسایت به درون پیدا کردن خیلی کاره، یعنی یه ذره‌بین خیلی بزرگی رو میخواد، یه که میخواد که به روان خودمون ما این حالتها رو پیدا بکنیم. و بعد تو هم همینطور، خب هر دوتاتون توی این مسئله بودید در واقع، این پول چیزو تو پارم انداخت زمین، تو مینداختی زمین اون، تو با اینکه باشه یه لایکی میکردی این، و این دوتا درست موقعی که سحر شروع کرد با این مسئله باش گرف زدن، گفتم خیلی خوب حالا با خود صادق‌تر داری میشی، این حست وایستاب جلوی بگو که اصلا نمیخوام برم، همینا رو بگو. بعد که برگشت گفتش که نمیخوام ببینمش، متنفرم یا نمیدونم فلانم یا همینا، اول خودتی، نه زیبا، نه حنانه، نه اعتقادات، نه پرستیج، نه فلان. بعد که اینو گفت، خب آخه این برام خودمم منطقمو میگه، خیلی جالب بود، گفت خودمم داره منطقم به من میگه که خودت رو با این روبرو کن. برای همین ما یه سلوشن، یه پلی پیدا کردیم. برای همین وقتی این اتفاق افتاد من گفتم باید با تو هم صحبت کنم. با تو صحبت کردم و
اتفاقای جالبی که بزرگترین اتفاقات که افتاده همین هست. یعنی این ذره بینه، این پیکسل های روانمون رو ما بیشتر دیدیم. اتفاقا خیلی مثال خوبی سحر زد که گفتش که گفتم ببو نباش، گفتم آره. یا اینکه گفتم من اگر حتی من اومدن مثلا این میگو برای من یه چیزی بود، یه چیز روانی ان اینا، میدونی آدم با بحران های وگرنه هدایای مختلفی برای آدم داده میشه. ولی این که من میدونی به سحر چی گفتم در مورد 2 میلیون، سحر چی گفتم بعد از که 2 میلیون وارد، گفتم این 2 میلیون به تو نمیرسه. میدونی چرا؟ گفتم چون این وسط من تعیین کردم، اما اومدم به تو من تعیین کردم و این هنوز شما موندید. در رابطه با دیروز تو لایو من یکی از بچه ها یه سوال خیلی قشنگی کرد با اون اینکه زیبا آیا تو بودی دایرکت سحنانه رفتی پیشنهاد سحر رو دادی؟ اینجا من بودم که میدونستم که من اینو ندادم و این فکر خودت بود و توی این رابطه برای تو نوشتم بسیار بسیار هوشمندانه بود. اصلا حتی همین که انتخاب کردی که اصلا من نمیدونم چجوری اینو فکرشو کردی، گفتی واقعا، گفتم این اصلا از خودش نمیتونست باشه. ببینید این مسئله که بری اونجا بشینی و یه عکسی یه لایوی گرفته بشه، بعد برگشتم گفتم هنوز سحر یه مجید مقدمی توی تو هست، دقیقا همینه، گفتم مجید مقدمی که توی تو هست اومد توضیح بده، تعریف بکنه، فلان بکنه که اون حرف اصلی رو نگه که بابا من اینجا میترسم از اینکه این تصویر گرفته بشه و این اتفاق بیفته. و این مجید مقدم درون تو که اومد 40 دقیقه نمیدونم داستان سرایی کرد، استوری نوشت، فلان بهم و همین حرفا رو میزنه که به تو استقلال قائل نشه. به سحر چی گفتم؟ گفتم اگر تو برای قلبت به سمیرام انتقاد زیادی دارن، ولی فعلا حالا برای سمیرا نمیخوام الان براش چیز رو بگم، فعلا میخوام که هر موقعی که خودش خواست که از من بخواد که من نظراتم رو در موردش بگم اون موقع میگم، ولی فعلا من نمیرم برای ده. ولی این که تو توی این رابطه بهش گفتم اگر تو مستقل قائل استقلال برای هنان قائل بودی نیازی نداشتی که به ویدیو مسیج بگی بده، نیازی نداشتی بگی لایف بذار، میگفتی همین الان سوار شو بیا همین الان اینجا. بعد یه مثالی زدم برای خود سحر، برگشتم گفتم حداقل توی رابطه گیزینگ بدون این که مثلا بگه به پدرت بگو، به مادرت بگو، به فلان بگو، برگشت گفت بیا. این آقایی که مثلا این گفتم مجید مقدمه درون تو میاد از گیزینگ دفاع بکن، من اومده گفته وای چه پیام قشنگی فلان بهمان، اما خودش چیه؟ خودش این کارو نکرد، نه من بیام با چیز بعدم پدرش برم، اون نه، اون مشخصه، اون تکلیفش مشخصه که جایی کاری نمیکنه که اول باید منافع مادیش حفظ بشه، اول باید تمام اون چیزا، بعدن هم لب 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 های قشنگش برای آدمایی که مثل قابلمه میان حرف میزنن، این آقای علیرضا قابلمه پسرم، پسر دایی تو. بعدش ببین اینو میخوام اینو بگم که این حرفای چیزایی که تو این رابطه برخوردی که کاری که کردی یک خودجوش بود، ولی تو این رابطه 2 میلیون تومان، ببین سحر تو این رابطه تلاشهاش مشخص بود ولی به اون جایی هنوز نرسیده بود که در واقع با بدون در اتکا، بدون اینکه یعنی بتونه خودش مستقل این کار بکن. من توی این حرکت اگه بخوام
به کسی نمره مدال بدم وهله اول توی این حرکت توی این جریان، به خاطر اینکه تو اصلا بانی این جریان بودی، بانی این جریان بودی و شروع کننده خود جوش این جریان بودی و پیشنهادی دادی، اصلا زیبایی تو این رابطه نبود. یعنی مدال طلا تو این رابطه از نظر من به تو داده میشه تو این رابطه، ولی تلاش های بسیار زیادی که سحر کرد و بحران هایی که تو این زمینه داشت، برای خود من کاملا مشخص بود که همونطور که تو نخوابیدی اینم نمیخوابید، تو دیشب نخوابیدی پریشب سحر نخوابید. گفت من تعریف کن که اومد گفت تا حالا من تا اون موقع تا ساعت 3 بیدار بودی و بعد اومدی که این حالت رو. این نشون میده که با تمام این مسائل، حتی اون حشرهایی که من میزدم چه این ور چه اون ور چه این باش میگرفت میدونید، و قدم های بزرگ رو برمیداشت. شخصا برای خود من این مسئله، این جریان چه این اتفاق بیفته و آخر سرم اگر بخوایم بگیم بهترین نتیجه این حرکت چی بوده، مکالمه اسکرین شات هایی بوده که سحر دیروز از با پدرت فرستاد. ببین تو توی این رابطه دیروز موتورخونه رفتی، خب ولی خیلی جالب، موتورخونه زیر خونتون بود دیگه، نه زیر خونتون، ولی در واقع کاری رو کردی که انگار رفتی کرمانشاه. و با وجودی که بابای تو، یعنی اول استقلال خودتو نشون دادی بدون تصمیم شما، بدون اجازه شما میره، خب دوم اینکه به پدر این تو ذهنش انقدر مسجل شد که به سحر گفت آدرس بفرستید منم میخوام بیام. نه تحریم توهی نه من از دیروز حس خیلی خوبی به پدر پیدا کردم، احساس کردم پدر تو. ببین نبایستی ما فشار بیاریم سر این که بیا حتما عروض معذرت خواهی کن، بگو من این درخواست رو دارم، برو روش بکن در رابطه با گزینگ، با این کلمه انجام نمیشه. ما باید بگیم بازجو که نیستیم که چراغ رو بذاریم و سرش بگیم بگو 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 از عذرخواهی کن، اینو نمیخوام. بذار حرفتو بزن برو جلو، حرفتو بزن برو جلو. ببین این کاری که اتفاقی که دو تا حرکت قشنگ، یکی این که این خودجوش این کار کرد، دوم این که موتور خونه من میدیدم آنلاینی، ولی اصلا نه سحر گفت نه من به چه زنگ میزنم، نه به هنانه زنگ میزنم، نه میخوام به پیامش پاسخ بدم. من میدیدم چراغت روشنه ولی اصلا نمیخواستم بپرسم کجایی. گفتم بذار بره زیر پل بمونه، بذار بره پانسیون بمونه، بذار بره خودجوش کارایی رو که خودش انجام بده. و اینجا پدرت وقتی یه دفعه گفت انقدر من خوشم اومد، من احساس کردم ما از یه فازی رد شدیم، این فازی که پدرت هم فهمید با زور نمیشه. الان شاید وقتی باشه که بتونه مثلا بگه که خب ما الان اینجا بود که سحر، چون سحر هستشی، چون فقط کرکس بیرون که نیست، کرکس روح هم هست دیگه، روان سری گرفت سیبا من حس خوبی پیدا کردم به پدرش، حتی الان میخوام پدرش رو ببینم. بعد من برگشتم گفتم یه حرف زدم، گفتم سحر داشت با من حرف، گفتم من میرم خودت حرف بزنی ولی مبارزه نکن، درسته؟ گفتم مبارزه با پدرش نکن، یه طوری بکن که پدرش مثلا جواب نده سری که آره فلان فهمان، با پدرش یه طوری باشه. و من از مکالمات خیلی خوشم اومد. برای هم... من دیشب میخوام راجع به حسم بگم، مثلا این حرفایی که میزنم شاید هنانه بگه اشتباهه یا شاید واقعا اشتباه باشه، ولی من دیشب که اون چند تا جمله بین من و پدر هنانه رشد، من یه لحظه احساس کردم که حالا تمام این ماجراها، اصلا وایسی که حنانه داد گفت نمیخوام تو رو ببینم، یا لایوی که من گذاشتم حسام راجع به حنانه گفتم، همه و همه
احساس کردم پدرش از اون حالتی که فکر بکنه که حالا من نوعی اینجا یه پشتوانه هستم برای مبارزه هنانه با اونها. مثال میگم، احساس کردم که فرمود این نیست، این نیست. آفرین. و اونجایی که من گفتم که من الان اگر که بین هنانه و پدرش، هنوزم روی این حرفم هستم، بخوام انتخاب بکنم و مشتاق باشم برای دیدار یک کدومشون، قطعا من پدرش رو انتخاب میکنم و حتی گفتم من حاضرم، هنوزم این حرفی که میزنم هست، حاضرم که برم مثلا ایشون بگی که شما ساعت 5 تا 7 عصر میتونی بیای منو ببینی فلان، اصلا تو کافی شاپ، اصلا خونمونم نیا که هرچی بود. اگر الان که اینجا بگه 2 میلیون بگیرست به بابات بگو 2 میلیون بگیره بعد. فلان که سهر درخواست دعوتنامه داشتن. گفتم اگر که اینو بگه من حاضرم که برم و مثلا باهاش گفتگو بکنم اگرشون بخواد. چرا اینو گفتم؟ چون گفتش که اولش این حرفم از صحبت خودش در واقع گرفتم، چون صحبتی که کرد، ببین اولین پیامش به من این بود که چیزه آدرس، لطفاً آدرس قرارتون با هنانه رو بفرستین، منم قصد دارم به شما بپیوندم. وقتی که اینو گفت من دیدم خب پس این آدم میخواد، حالا مثال میگم، ممکنه حتی اینو به عنوان مثلا چیزم گفته باشه، یعنی اینی که مثلا میام اونجا حسابتون رو میرسم هر چیزی، نه ولی من اصلا کاری ندارم. من جمله نگفتم. که خوندم رو با توجه به جمله که خوندم اومدم که گفتم خب اگه میخوای من ببینید دعوتم کنید، که گفت دعوت از شما محفوظ است. خب خودش وقتی داره اینو میگه، الان هنانه مگه تو پاس داغتر از آش بابات که نیست؟ خودش دعوت از شما محفوظ است. بعد گفت آدرس قرار لطف کنید که حالا کار ندارم دیگه. گفتم که دیگه در نهایت گفتم بابا قرارمون کنسل شده، ما قراری با هم نداریم. که دیگه دست آخر یه دونه پیام دیگه که داد، من از اون پیامش خیلی خوش آمد، گفت من خواستم باهاش بیام اما قبول نکرد، متشکرم. که من گفتم که آره من استقبال میکنم از دیدار با شما، الان برای من تایپینگه. یه دفعه دیدیم الان رفت سخت. حالا هنانه باید بیزده میگه آقه یه دفعه دیدیم سهر اومد اونجا دیگه. ببین خب پس تا هر جا لایف چت خیلی اگر من نتیجه این گفتگو رو بگم، اگر جواب قطعی نه از من نگرفتی به خاطر این بود که خودت مشخص نبود که واقعا میپذیری یا نمیپذیری. نه خودت چرا اینو میگی؟ نه واقعا نه مشخص نبود، واقعا مشخص نبود. این نه چیز نکن. ببین به خاطر این من درخواستم این بوده که میخوام بیام، سحر گفته باشه، گفته آره، بعدم هزار یه جور مسئله، پول میگیرم پول نمیگیرم، این کار بکن اون کار بکن، هر دو تاتون. خب اگر من قطعا نگفتم که صراحتا نگفتم که نمیام به خاطر اینکه تو نگفتی که بالاخره میپذیری یا نمیپذیری، بالاخره چجوری میپذیری؟ اگر واضح میگفتی واضح جواب میگرفتی. این از اون و بابت اینم که سب کن طرفاش تموم بشه. خب بعد بله این از این جهت که جواب واضح خب زمانی به سحر داده میشه که خودش بخواد واضح حرفاشو بزنه. مورد دیگر این که من هیچ مشکلی با دیدار شما با پدرم ندارم، هیچ مشکلی ندارم، هرچند که خودم دیگه قصد دیدار با شما رو ندارم، چه همدان چه کرمانشاه چه هر کجا، من قصد ندارم شما رو ببینم، اما اگر پدرم بخواد شما رو ببینه هیچ مشکلی ندارم، میتونین از ایشون باز درخواست بکنید، دعوتنامه یا هر چیزی که فکر میکنی. و من در این رابطه حتی اگر پدر از من بخواد که حالا مثلا نامی براش تایپ بکنم یا هر چیزی، من این کارو خواهم. آفرین، حساب کن اگه خواست که کاری هم بکن، خیلی قشنگ خوب شد. بچه ها من یه چیزی رو بگم که صبحونام که هنوز نخوردیم، قبل از لایو چت اون 2-3 مینی که خواستم گفتم یه تیکه نون گذاشتم دهنم.
بودم اونو خورد بذار از این کیک لاکچریت بخور. لاکچری دیگه، ما لاکچری دیگه معنیش عوض شد. بچه ها واقعا لاکچت خیلی خوبی بود، به خاطر بانیش هم تو بودی هنانه که یه دفعه گفتی که من میخوام بیان کنم. من فکر میکنم نتیجه این جریاناتی که هر کسی در این مرحله سعی کرده خودش باشه و من در این خود بودن هر کدوم از شماها تلاش کردم. من با وجودی که خودم از لایو سمیرا خوشم نیومده بود، ولی گذاشتم تو، خودم دانلود کردم، خودم تو یوتیوب گذاشتم، درست پشت لایو سحر گذاشتم، گفتم هر کسی اینو ببینه اونم ببینه بعدش. ولی گفتم بذار هر کسی، ما میگیم حرفاشو بزنه دیگه، مهم این بود که اومده اون هم این صحبتو کرده. من چیز مایکشو باز نمی کنم. انرژی داشتی اون موقع که خیلی برات فقط این مسئله خیلی مهم بود، یعنی فکر کنم بالاترین چیز برات این بود که حتما این اتفاق بیفته و این دیدار صورت بگیره و روی این موضوع من احساس کردم حتی بدون اینکه کلامی بگی، ولی یه پوش شدیدی داری و من اونو ناخودآگاه انگار کردم. اما که حتی وقتی که اتفاق نیفتاد یه چیز، یه جمله ای گفتی مثل این که انگار مثلا یه برد و باختی این وسط هست. من از این مسئله خیلی خوشم نیومد، ولی احساس کردم ببین وقتی که این جریان با پروسه خودش پیش رفت و همه ماها خودمون شدیم، اومدیم حرفامون رو زدیم، قرار نبود که حتما هنانه تایید بکنه یا شما تایید بکنه یا من حرفم درست باشه، من اصلا حرفم نادرست اشتباه، ولی هممون وقتی خودمون رو نشون دادیم من فکر میکنم یک نتیجه خوبتری الان گرفته شد. یعنی شاید حتی این نتیجه که الان داریم بالاتر از این می بود که صرفا یه عکسی اتفاق گرفته می شد، می اومد می رفت. من اینجوری حس می کنم ما توی این خواسته من بود، ولی خواسته من ولی من اگر بخوام برم ببین بحث اینه که تشکیلات که ما نیستیم، که ما که نمیخوایم بگیم که بیایید از یک رأس لیدر خودتون اطاعت کنید. همیشه من چی گفتم؟ گفتم که از من اطاعت نکن. و من با وجود اینکه این حرف رو نمیدیدم، نزده بودم به تو و با تو این ارتباط رو، حتی تو گفته بودم به من پیام نده، ولی تو حس میکردی که من چقدر برام مهمه که این دیدار. که بعد اومدم برگشتم گفتم که برو اینا بنویس، نمیدونم زیبا برای من، که خب چشمات هم اینجوری کردی ناراحت شدی، ولی گفتم بنویس بگو که من زیبا اصلا برام مهم نیستی. خب من حتی به سمیرا میخواستم یه چیزی بگم قبل از لایوش، میخواستم به سمیرا بگم که سمیرا لایو نزد، من حتی ادستوری نکردم اون تبلیغ لایو سمیرا رو که گفته بود امشب نمیدونم این ساعت لایو در مورد هنانه، حتی میخواستم بهش بگم که نذار این لایو و چیز نکن، ولی یه لحظه وقتی که بعد حتی تو لایوش هم نبودم، اما من از بس تقریبا لایوش شاید بگم مثلا یه رو با آخرش بودم، ولی بعدا رفتم اون اولش هم دیدم، ولی گفتم که بذار یه چیزی که مانم شد، گفتم بذار سمیرا اون چیزی که میخواد و بگه دقیقا مثل هم در مورد شما گذاشت و من اونجا هم بهش نگفتم که نذاری اینو بگی اونو نگی. خوب کاری کردی، خوب کاری کردی، خیلی خوبه. به هر حال ما اگر این چیزا نشون داده نشه که متوجه نمیشیم در واقع این پروسه رو. بعدم که در کل به نظر من، به خصوص میگم با اون اسکرین ها، من دیروز، حالا نمیدونم درسته یا نه، ولی من یه لحظه دیروز احساس کردم ما یه فاز انگار یه خانی رو رد کردیم و اون یه دفعه من یه لحظه احساس کردم که ما وارد یه فاز انگار گفتگو یا برخورد شدیم به جای مبارزه با هم دیگه، و این در رابطه با منظورم رضا هست پدر. و اینکه خب بریم
من بریم دیگه دنبال صبحانمون، خوب ببینیم که بعد چی میشه. و من از اینکه دارید برای کدومتون اینقدر خودتون هستید و به هر حال حتی با همه وابستگیاتون با همه این چیزا، حالا من میخوام پیام پدر حنان رضا رو بخونم براتون و آره جواب خودم. بخون گفته بزن این که جمله من تو اول قبل یه لحظه این خواست یه چیزی بگه، بگه بعدن اون جمله رو بخون. من دیگه حرفی ندارم، فقط خواستم حرف پایانی رو بزنم. حالا اگر سرجان صحبتی دارن لازم من باشم آره. که بشنم این بعد من. بزن اون پیام پس پدرتو بخونه. بخون. گفته که خانم سحرکیانی، از اتفاقاتی که اخیراً پیش آمده و شما درخواست گفتگو با من رو مطرح کردید، من درخواست شما رو تایید و میپذیرم. این درخواست گفتگو بنا به درخواست شما با من و همسرم هست، بسیار خوب، اما زمان و جلسه دیدار رو شما تعیین کنید. لازم به ذکر است که این گفتگو باید با حضور پدر و مادر شما و در منزل شما صورت بگیرد، چون صلاح نمیدونم آنها را بر این گفتگو به زحمت طی مسیر بیاندازم. به هر حال گفتگو الان بین والدین همانه و شما نیز چی؟ و شما و نیز شخص شما تمانگی این دیدار با شما. و منم گفتم باشه حتما، من با پدر و مادرم هم در میان بذارم و امیدوارم که بپذیرن. میتونیم حتی یه چیزی هم که الان به ذهنم اومد، میتونیم حتی قبلش یه دونه ویدیو کال هم داشته باشیم، یعنی حتی امروز اگر که این چیز هست. این همه میگن که موهای دست، موهای دست میبینین که اگه موهای دست هم لیزر شده اینجوری بالا نمیاد، اینجا بالا اومد. زیبا، این که من اومدم الان حرفمو زدم خیلی حال منو خوب کرد، و از اینکه یه شرایطی مهیا میکنین که همه بیان حرفاشونو بزنن و انقدرم سریع این فرصت رو برای من مهیا کردین ازتون خیلی ممنون. خدا میرم من صبحونم یونام رو بخورم و انارم هم میخورم، لایو صبحونه رو بذارم. بای.